بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک شنبه شب مطابق با شب اول محرم پس از نماز مغرب و عشا پرچم سرخ بارگاه مطهر حضرت سید الشهدا و حضرت عباس سلام الله علیهما تعویض می شود. این دو آستان مقدس برای مراسم تعویض پرچم گنبدهای بارگاه های مطهر آماده می شود که به مناسبت ایام محرم پرچم گنبدها را با پرچم سیاه تعویض کنند تا بیانگر آغاز ماه حزن و اندوه باشد. گفتنی است که مراسم تعویض پرچم همه سال در نخستین شب ماه محرم با حضور مسئولان عراقی و زائران برگزار می شود و این پرچم سیاه به مدت دو ماه بر فراز بارگاه سید الشهدا و قمر بنی هاشم به اهتزاز در می آید. همچنین در آستانه ماه محرم شستشوی گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام صورت پذیرفت. حرم‌های سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهما خود را آماده عزاداری ماه محرم و استقبال از زائران به ویژه در تاسوعا و عاشورای حسینی می‌نمایند. به همین منظور تمامی تمهیدات و مقدمات لازم به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن مراسم عزاداری و زیارت مشتاقان حرم حسینی به ویژه سوگواره خون و شمشیر در حال انجام است. در همین راستا حرم‌های امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما برای عزاداری صبح عاشورا و مراسم غمزنی مفروش و با موکت‌های قرمز تزئین شد. همچنین طی روزهای آینده بین الحرمین و سرتاسر حرم نیز با موکت قرمز رنگ مفروش خواهد شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران افغانستانی در ایران و پاکستان شرایط بد و نگران کننده ای دارند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه 13 تیر با انتشار بیانیه گفته است که ویزای خبرنگاران در این دو کشور تمدید نمی شود و آنان از هیچ گونه حمایت اقتصادی و بشری برخوردار نیستند. به گفته این سازمان، بازگشت این خبرنگاران به افغانستان نیز مرگبار خواهد بود. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی افغانستان را ترک کرده و درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش ها، هدایت الله خان، سناتور پیشین پاکستانی و 4 دیگر در انفجار بمب دست ساز در ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته شدند. روزنامه دان روز چهارشنبه 13 تیر به نقل از افسر پلیس منطقه ملکند گزارش داده است که خودروی این سناتور پیشین در یک حمله بمب های دست ساز در منطقه باجور هدف قرار گرفته است. این نشریه افزوده که تاکنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های اخیر نقاط مختلف پاکستان ناامنی را تجربه می‌کند. این در حالی است که پاکستان عملیاتی را تحت نام عزم استحکام برای از بین بردن شبه نظامیان مخالف دولت این کشور روی دست گرفته است.